سوم نوامبر که امروز فکر کنم 13 روز پیش در همین شهر در شهر واشنگتن یک جشنی برگزار شد که همه ساله برگزار میشه. این جشن هفتمین سالی بود که برگزار میشد به نام جشن امید و پیشرفت Celebration of Hope and Progress. این جشن از طرف یک بیمارستانی هر ساله برگزار میشه به نام سیبلی و یکی از بزرگترین مراکز در واقع تحقیق و درمان سرطان همین بیمارستان سیبلی هست که در واشنگتن و بسیار اینها فعال هستن. ما میخوایم در بخش نخست برنامه یه مقداری در مورد فعالیت‌های این بیمارستان با شما صحبت بکنیم. نخست باید در مورد این جشن با شما صحبت بکنیم که امسال بسیار جشن پرباری بوده برای اینها، مقدار بسیار زیادی پول اینها جمع‌آوری کردن و بسیار هم موفق بوده. من در اونجا حضور داشتم با یکی دیگر از بچهای صدای آمریکا برای تهیه خبر از این مراسم، گزارشی رو تهیه کردیم با چند تن از دستاندرکاران این جشن. ما گفتگو کردیم که اون رو به طور فشرده در یک گزارش الان تقدیم حضورتون میکنیم که ببینید اصلا حال و هوای این جشن چطور بوده و بعد از گزارش برمیگردیم و در مورد بیمارستان سیبلی و فعالیت‌هایی که این مرکز داره بیشتر با دوستان و همکاران با شما صحبت میکنیم. موسیقی همواره بیانگر احساسات بشری از جمله امید به زندگی و مبارزه با مرگ بوده است. در فرهنگ آمریکا فعالیت‌های خیرخواهانه مردمی ریشه عمیق دارد و مشارکت در فرایند افزایش آگاهی عمومی نسبت به یک معضل اجتماعی بخش جدایی ناپذیر این فرهنگ است. مراسم موسوم به جشن امید و پیشرفت که تلاشی است گروهی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به مرکز درمان سرطان سینه در بیمارستان سیبلی در واشنگتن هم هفتمین سال خود را با موفقیت و در حال و هوایی سرشار از موسیقی امید برگزار کرد. علی‌رغم آن که در دهه‌های اخیر گام‌های بسیار مؤثر و مهمی در جهت تشخیص و درمان به موقع سرطان صورت گرفته است، اما هنوز از هر 8 زن یک نفر به بیماری سرطان مبتلا می شود. رابرت سلون رئیس بیمارستان سیبلی معتقد است آگاهی بخشیدن نسبت به سرطان سینه از اهمیت حیاتی و خاصی برخوردار است. Awareness is critically important. We try to educate women. ما تلاش می‌کنیم تا اهمیت تست سرطان سینه، عواقب سرطان و راه‌های تشخیص آن را به زنان آموزش دهیم. این برای من باعث بسی خوشبختی است که مسئول برگزاری هفتمین سالگرد جشن امید و پیشرفت باشم. مراسم امسال جشن امید و پیشرفت برای انیتوتا برگزار کننده آن معنا و مفهوم خاصی دارد. خود من شخصا یکی از نجات یافتگان از بیماری سرطان سینه هستم. از این رو مسئولان بیمارستان سیبلی از من خواستند تا مسئولیت برگزاری مراسم امسال را بر عهده بگیرم و این درخواستی بود که نمی توانستم به آن نه بگویم. من به پزشکان و بیمارستانی که با علاقه فراوان از من نگهداری کردند صمیمانه عشق می ورزم و برای همه آنها احترام خاصی قائلم و خواستم از این طریق از همه زحمات آنها قدردانی کرده باشم. میهمان و سخنران افتخاری جشن امید و پیشرفت امسال شهبانو فرح پهلوی بود که همسر و پدرش را از سرطان از دست داده است. به اعتقاد من آنچه بیمارستان سیبلی انجام می دهد در شماره بهترین هاست. آموزش می دهد، درمان می کند و یاریتان می دهد تا فصلی جدید را در زندگی آغاز کنید. شهبانو فرح پهلوی معتقد است گرچه نهادهای غیر دولتی در آمریکا سهم بسیار مهمی را در زمینه کمک و یاری به این نهادها و جمع‌آوری پول برای کمک و یاری به مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج ایفا می‌کند، اما نباید نقش دولت را به عنوان تدوین کننده قوانین مالیاتی مناسب با این فعالیت‌ها فراموش کرد. اون چیزی که در این مملکت مهمه که چندین سال پیش من سعی میکردم شاید بشه یه همچه قوانین رو در ایران گذاشت، اینه که قوانین مالیاتی که دارند
کمک میکنه که افرادی که امکان دارن کمک کنن به کارهای درمانی، آموزشی، هنری، فرهنگی و واقعا در این مملکت دولت اینقدر در این کارها سرمایه گذاری نمیکنه که افراد ثروتمند، البته خب قابل مقایسه نیست ثروتمندان آمریکا و ثروتمندان مناطق در مملکت ما، با وجود که میشنوم خیلی ها ثروتمند شدن ولی فکر نمیکنم افرادی باشن که بخون در این راه کمک بکنن. در این مراسم از نانسی برینکر رئیس بنیاد سوزان جی کومر نیز تجلیل به عمل آمد، بنیادی که میلیون ها دلار را با هدف تحقیق بر روی سرطان سینه جمع آوری کرده است. او بنیاد خود را به نام خواهر خود سوزان جی کومر نامگذاری کرده است که در سن 36 سالگی به علت ابتلا به سرطان سینه جان خود را از دست داد. If she were alive, از او سوال کردم با در نظر گرفتن راه‌های جدید مبارزه با سرطان، اگر خواهرت امروز زنده بود فکر می‌کنی شانس بیشتری برای نجات از بیماری سرطان داشت؟ She may have lived longer, but she had very aggressive disease. A few years after she died, I also had breast cancer, and I was very lucky to be treated by the physician. She was, her disease was advanced by the time it was discovered. ممکن بود که زندگی طولانی تری داشت، اما سرطان او بسیار پیشرفته بود. چند سال بعد از مرگ او من هم به بیماری سرطان سینه مبتلا شدم و خوش اقبال بودم که دکتر معالجم همان دکتر خواهرم بود. از آنجایی که بیماری خواهرم در مراحل پیشرفته خود تشخیص داده شد، مطمئن نیستم که او جان سالم به در می برد، چرا که هنوز نمی دانیم بیماری سرطان سینه را چگونه به طور کامل معالجه کنیم. از نانسی برینکر پرسیدم فکر می کنی چگونه می توان از ابتلا به سرطان جلوگیری کرد؟ has to be responsible for his or her body. If there's a lump, a thickening, a change, the best time to fight cancer is in the beginning. هر کسی باید در برابر بدن خود مسئولیت احساس کند. اگر متوجه یک برآمدگی و یا تغییری در سینه های خود می شوید، بهترین زمان برای تشخیص سرطان سینه در مرحله ابتدایی است. سیگار کشیدن را ترک کنید، به تغذیه خود توجه کنید و سعی کنید از خودتان مراقبت کنید و تغییرات بدن، پوست، تنفس و هر چرا که احساس می کنید جدی بگیرید. سرطان را می توان در مراحل ابتداییش شکست داد، اما اگر به آن توجهی نکنید این بیماری به طرز غیر قابل کنترلی رشد می کند. هفتمین سال مراسم امید و پیشرفت بیمارستان سیبلی با موفقیتی کم نظیر در 7 سال گذشته همراه بود. به گفته ارناتوتا در این مراسم 1,350,000 دلار کمک جمع آوری شد. این پیروزی درس بسیار بزرگی است برای همه انسان ها در سرتاسر جهان. بر ماست که برای معضلات جهانی با هم همکاری کنیم و بر زندگی گروه کثیری تأثیر گذار باشیم. موفقیت این پروژه ها به بهبود زندگی مردم می انجامد. دوستان، می دانید ما با یک بحران جهانی روبرو هستیم، اما نمی توانیم در یأس و ناامیدی میدان را خالی کنیم. به امید روزی که جهانی بدون سرطان داشته باشیم. بدون سرطان.